خط تو امثال تو را مقطوع میکردن. صدا تو تصویر مرا به خاطر بسپار، ما نیز تصویر چهره تو را به خاطر داریم. مردم، من و همرزبانم در ارتش تا آخرین نفس در راستای احقاق حقمان در کنار شما ایستاده ایم. مسئله اول و آخر عدالت آزادی میهن است. ما درود به شما هم میهنان گرامی، ارجمند و ملت شریف ایران. من شهرام سبزواری در نبود حامد محمدی امروز مهمان شما هستم و با ویژه برنامه نیروهای مسلح زاگرس. همراه بنده یکی از اساتید نیرو هوایی، پیشکسوتان نیرو هوایی، یه جوری میشه گفت پدر نیرو هوایی، جناب ایزدستا هستن. خدمتشون هستیم. مثل روال گذشته بخوایم صحبت هایی کنیم، ببینیم چی در نیرو هوایی گذشته و امروز حال پرسنل چطوره و چه اتفاقاتی داره میفته. درود به شما جناب ایزدستا، در خدمت. درود بر شما و درود بر تمام بینندگانتون. خوشحالم که در خدمتون هستم. خب جناب ایزدستا، امروز که میدونید که انتخابات، یعنی نمایش نامه یا سیرک انتخابات ریاست جمهوری بود و زیادم رونقی نداشت اونجوری که مشخصه، با تمام این که همه پتانسیل های جمهوری اسلامی اومده بودن تو کار و همه جور بازی کردن زیاد نه. من میخوام ببینم اون روزای اول تو نیرو هوایی چه گذشت تا برگردیم یه صحبت ناتمام ما با هم داشتیم راجع به اون مسئله هم صحبت کنیم. روزهای اول نیرو هوایی که بعد از این مسائلی که پیش اومد و اون فروپاشی حکومتی رو افتاد و حکومت جدید میخواست بیاد، بحث انتخابات تو نیروهای مسلح چه شکلی بود؟ ای خاطرتون هست؟ والا ما به طور کلی چون نظامی ها زیاد دخالتی در مسائل سیاسی نداشتیم از نظر انتخابات و اینها، تنها کسی که من یه آدم هست مثلا آقای دکتر اقبال بود که وزیر نفت بود یا ریاست وزیر نفت یا نخست وزیر بود، تنها کسی که یه آدم باز تو وزارت دفاع فعالیت داشت آقای طوفانیان بود. چون من خودم یعنی به طور کلی ما توی مسائل سیاسی نبودیم و نتیجتا ما بیشتر توی کارهای تخصصی خودمون درگیر بودیم، من شاید اطلاعات کافی یا چجوری بگم اطلاعات up to date نظامی اون زمان رو من فکر میکنم زیاد صاحب نظر نباشم که بخوام اظهار نظری بکنم. بله البته شما شکست نفسی میفهمید، شما که بار تجربه هستید و ما هم در خدمتتون بودیم. جناب ایزدستا، ما 2000 تا خلبان داشتیم، یعنی نیرو هوایی ارتش شاهنشاهی یه چیزی حدود 2000 تا خلبان داشت و از این 2000 تا خلبان با توجه به اون اتفاقاتی که افتاد و اینا، بازمانده این 2000 تا خلبان چقدر بودن که ما بریم وارد بحث اصلی بشیم؟ من فکر میکنم بحث اصلیمون رو روی اعداد و ارقام و آمار نذار، رو وقایعی که اتفاق افتاد و نتیجه‌ای که از اون وقایع گرفته شد بذاریم بهتر باشه، به خاطری که امروز من و شما راجع به 50 سال پیش داریم صحبت میکنیم، درسته؟ بله تقریبا پیش، یعنی نیم قرن پیش. حالا اگه اعداد و ارقام آماری بخوایم اظهار بکنیم اینجا، من باید یه مدارکی در جلوم باشه که اونا رو برای شما بگم و از حافظم بخوام کمک بگیرم، شاید مغایر باشه با اعداد ارقامی که چاپ شده و چون کتاب ها نوشته شده، ده ها و صد ها کتاب نوشته شده، هر کسی به سلیقه خودش هر چیزی خواسته نوشته، به هر گروهی تعلق داشته مطابق خواست اون گروه یه چیزی نوشته. من کتاب شخصی خاطرات خودم رو نوشتم، شما یه مطالب دیگه‌ای در با توجه به موقعیتی که داشتی آگاهانه تر در مورد مسائل اعداد و ارقام و آمار صحبت بکنیم. من فکر می‌کنم به اون دقت چیز نکنیم، ولی
نتیجه گیری اگه شما بخواییم بکنین که مثلا فرض کنم من برای خودم اگر بخوام بذارم، تا قبل از این که اعلیحضرت محمد رضا شاه مملکت ما رو ترک بکنه، یعنی زادگاهش رو ترک بکنه، یک مرحله است برای من. اون روزی که ایشون از فرودگاه داشت میرفت یک واقعه مهم برای من هست، و اتفاقاتی که افتاد که چه کسایی شرکت داشتن، گروه هایی که هر کسی سعی میکرد به نحوی از آنها سهم و جاپای خودشو در انقلاب باز بکنه، حالا میخواد مجاهدین باشه، میخواد فداییان باشه، حزب خلق مسلمان باشه، حزب خلق نمیدونم ترکمن باشه، حزب کموله باشه، حزب توده باشه، اینها هر کدوم وقتی که مسئله ملا نصرالدین، لحاف ملا نصرالدین اومد تو کار، هر کدوم سهم خودشون. اون چیزای اینطوری رو آدم یادش هست، ولی اعداد ارقام اجازه بدین که ازش فاصله بگیریم. چشم، من وارد عدد ارقام نمیشم، اصلا میخوام یه جوری راحت‌تر بریم جلو. جناب عزیز صدا، با هم تلفنی که صحبت میکردیم یه مسئله رو ما عنوان کرده بودیم یکی دو تا برنامه قبل‌تر، راجع به این مسئله بود که اون عکس تاریخی که گرفته شد، لباس‌های خریداری شد از میدان حسن آقا، تن یه سری افراد کردن و از اون دانشجوهای همافری استفاده کردن، هنوز کسایی که وارد دانشکده نشده بودن حتی، فقط برای تحویل لباس و یا بحث آموزش میخواستن خودشونو معرفی کنن استفاده کردن، و عکس بیعت نیروهوایی رو با خمینی گرفتن و کاملا اون عکس دروغ بود و فلان، یه جنجالی به پا کرد. اون صحبتایی که ما کردیم که این عکس اصلا بحثی که به راه انداختن به عنوان شکننده اون ستون ارتش، میخوام نظر شما، چون اون سری هم شما وقت نشد نظرتون کامل راجع به اون عکس بفرمایید، میخوام نظر شما رو راجع به اون عکس بدونم بعد بریم جلو، چون یه چیز هم خود شما یاد گرفتم که در برنامه های متفاوت رو فرمودید که خاطر بازی نکنیم، ببینیم چه نتیجه هایی گرفتیم از عملیات ها، چه نتیجه گرفتیم، رشادت ها چی بود و کجای کار ایستادیم. اگه اون عکس و قضیهش رو روشن کنیم که بریم برای همدان و دسول و اتفاقاتی که افتاده. ببین من یه چیز خیلی خلاصه بگم با یک زبان در حقیقت محکمه پسند عامیانه که همه متوجه بشن. اون داستان الان مثلا فرسان من الان نشستم پشت سر خودم یه صحنه ای درست کردم که توی این فیلم، توی این دوربین شما قشنگتر باشه. شما یه صحنه دیگه پشت سرت گذاشتین که نسبت به کاری که میخوای انجام بدی مناسبت داشته باشه، کتاب باشه اونجا، و اونم یک چیزی بود، یک صحنه سازی بود. اینجا نمیدونم استودیوهای فیلم برداری رو حالا گوی که امروز مسئله دیجیتال شده یه خورده فرق کرده، عکس های انواع اسام عکس رو فتوشاپ میکنن و هر کسی با هر کسی دلش بخواد عکس میگیره و تو فضای مجازی میذارن که نمیدونم هر کسی با نمیدونم دانالد ترامپ امروز عکس میگیره میذاره تو فضای مجازی، بعد میگن که خب ایشون از نزدیکان دانالد ترامپه. یه کسی با آقای بایدن عکس میگیره میذاره تو فضای مجازی، میگن او ایشون از بسیار نزدیکان حزب دموکراته. منظورم این که صحنه سازی خب یه چیزیه که مدرک تاریخی نمیتونه باشه. محتوای کار چی بوده؟ اون عکس به نظر من یه صحنه سازی بود که یه درست کرده بودن ازش یه بهره برداری بکنن، یه نمایشی میخواستن بزنن. خب نمایش قشنگی بود برای اون کاری که میخواستن انجام بزنن. اما اون روزی که من داشتم صحبت میکردم راجع به جنگ، راجع به آتکاها یا با به اصطلاح چه میدونم دستاوردهای جنگ، راجب شهامت ها، راجب افتخاراتی که پرسنل نیرو هوایی آفریدن، حتی من اطلاعات هم محدود کرده بودم به نیرو هوایی، چون ما با نیرو زمینی در حد نیازمون اطلاع داشتیم، من در آرایش جبهه ها اطلاعی نداشتیم، ولی در اونجا مثلا یه دست گذاشتیم که خب با اونا در تماس بودیم. این مسئله که اون روز عنوان شد
که این آیون اومدن، به فرض اینی که اون آیون هم آمدن و بیعت کردن، اصلا درست باشه، که به نظر من اون یک صحنه سازی بود و یک آرایش فیلم برداری بود در حقیقت. عکسو چرا عکس وقتی شما میخوام بذارین از رو به رو میندازین، شما عکس منو از پشت سرم که الان جلو دوربینتون نمیذارین که. خب اگه عکس واقعا واقعی بود و عکس و صحنه سازی نبود، خب چرا از جلو ننداخته بودن که مشخص بشه هر کسی که رفته بیعت کرده لااقل شخصیتش هم معلوم میشه، شناخته شده باشه این کی، هر آدم هست همون آدمه یا حرفش عوض شده، یا اگه حرفش عوض شده مردم بشناسنش. یا عکس رو میرن از پشت سر مثل که میمونه شما عکس من رو از پشت سر بگیریم بندازیم تو دوربین. این از نظر عکس و اون محتوایی که داشتیم صحبت میکردیم، ایشون راجع به یه مطلب دیگه ای داشت صحبت میکرد که آتکامش چه بهره برداری میخواستم بکنم من متوجه نبودم، ولی من داشتم راجع به بهره برداری میکردم از دستاوردهای زمان جنگ، که در مورد جنگ و ایران و عراق تنها جنگی بعد از جنگ جهانی دوم به صورت جنگ های منطقه‌ای بین هندوستان و پاکستان و غیر ذالک، تنها جنگ با عظمت منطقه‌ای حداقل در تاریخ نیروی هوایی ما بود تا اونجا که من اطلاع دارم. و در این جنگ ما در مقابل یک دنیا داشتیم ایستادگی میکردیم. روزی که ما داشتیم برنامه ریزی میکردیم برای حمله به پایگاه های مثلا فرض کنید که عراق، امکاناتی رو که در نظر میگرفتیم هواپیمای میراج توش نبود. میراج افوان بنا به مقتضیات زمان به این آقایون دادن. عراق ما هرگز حساب نمیکردیم که هواپیمای میراج افوان داشته باشه. و شما در طول جنگ میبینید که حالا اینا رو به عنوان مثال من دارم صحبت میکنم، نیروگاه نکا در مازندران یک نیروگاه با عظمتی بود که ما پشتی، یعنی حفاظت 24 ساعته از اون نیروگاه میکردیم و هیچ قدرتی نمیتونست این نیروگاه رو بدون اینکه افورتینای ما با خبر بشن به اون منطقه نزدیک بشه، مگر اینکه احتمالا اتحاد جماهیر شوروی یا روسا میخواستن اونجا رو با موشک یا هر چیزی که دیگه دارن مورد حمله قرار بدن به اسم عراق، اون یه بحث دیگه بود. ولی تا زمانی که مواجه نشدن دیدن نه اینا هر کاری میکنن، ما هر جایی تو عراق دلمون میخواد میرن بمباران میکنیم، ولی آقایون چنین کاری نمیتونن تو مملکت ما بکنن، ما اجازه ندادیم. ما با چنین روحیه‌ای به قول فرمایش شما الان گفتن که ما نزدیک به 2000 خلبان داشتیم در زمان جنگ. نیرو هوایی ما یه نیرو هوایی کلاسیک منطقه‌ای بود، ما طرح‌های عملیاتی داشتیم بر مبنای اون عمل می‌کردیم، کار ما مبنا داشت. ما هرگز فکر نمی‌کردیم که اینا هواپیمای میراج افوان داشته باشن و بعد بادی ریفیولینگ بکنن برن نیروگاه نکا رو بزنن. و یه دفعه خبردار شدیم که روی نیروگاه نکا برق بم انداختن. کی به اینا میراج افوان دادن؟ بعدن فایندات کردیم. چه اینا آموزش دیدن این خلبانشون؟ شما به من بگید. بعد این مسائل ما داشتیم راجبه صحبت میکردیم. الان هم شما راجبه یه عکس صحبت میکنیم، من نمیدونم اصلا چه معنی میتونه داشته باشه. حالا ما چه بحث نظری میخوام؟ معنی که نداره. بحث بند این اون بحث جنگ روانیه که باعث شد اون اتفاقات خیلی سریعتر تو کشور ما بیفته متاسفانه. اون شکست روحی است، بحث پاشنه آشیل بودن. الان ببینید اگه اخبار رو شما دنبال بکنید، بولیوی یه کودتای نظامی شد، ارتش بولیوی اومد کودتا کرد و دولت رو تقریبا میشه گفت آورد پایین، ولی چون مردم همراهش نبودن اون کودتا شکست خورد. در صورتی که اگه مردم جو حاکم بر بولیوی اینجوری بود که مردم پشت ارتش بودن و میخواستن، قطعا بولیوی سقوط میکرد و دولتی که مردم میخواستن سر کار میامد یا اپوزیسیون بولیوی سر کار میامد. بحث اینه که وقتی یک کسایی که تخصصی ندارن میان راجع به ارتش صحبت میکنن، میگن چرا ارتش مثلا فلان کار رو نمی کنه، چرا مثلا
توی 401 ارتش نبوده. این اتهامایی که میزنن به ارتش، بحث اینه که ما باید ببینیم چه کار کردیم که این دوتا با هم پیوند بخورن. روزی که خواست ارتش یا نیروهای مسلح با مردم یکی بشه و پیوندی بینشون ایجاد شه، قطعا اون روز پایان حکومتیه که رأس کار قرار گرفته. حالا هر حکومتی میخواد باشه، هر چقدر جلاد میخواد باشه، دیکتاتوری باشه، نمیدونم پینوشه باشه، اصلا و سقوط میکنه دیگه. دیدیم و در رومانی دیدیم، دو سری ما اینا رو دیدیم که اتفاق نیفتاده. بلاروس هم اون مردم اومدن تو خیابون، چون اپوزیسیون قوی نداشت، چون برنامه برای کارشون نداشتن، شکست خوردن، با اینکه حتی ارتش سرکوب نکرد. ولی در مصر شاهد این بودیم که ارتش پشت مردم ایستاد و مردم هم میخواستن و اون اتفاقی که باید میافتاد افتاد. عرض من برای اون عکس اینه که اگر قرار تغییری در کشور ما بشه، رو پاشنه آشیل باید حساب درستی بکنن. برگردیم به قضیه زنده یاد جاوید نام خسرو بیت اللهی. خسرو بیت اللهی از همون پایگاهی اومدن که شما فرماندهش بودین، درسته؟ همدان، شما فرمانده پایگاه همدان بودین. بله. شما با ایشون خدمت کرده بودین دیگه. ما یادشونو، من با خسرو بیت اللهی یک تاریخ دارم، زندگیم یه تاریخه که اگه واقعا ریز به ریزشو بنویسم یک کتاب باید بنویسم. ایشون زمانی که از آمریکا برگشت، بعد از دوره تخصصی، میدونید که ما یه دوره تخصص خلبانی رو دوره UPT بهش میگفتن، Undergraduate Pilot Training، در آمریکا دوره میدیدیم و حالا بعضی ها یه دوره های فایتر وپن اسکول و یه چیزای اضافه میدیدن، اگر قرار هواپیمای تخصصی دیگه ای بود اونجا میدیدن و بعد برمیگشتن ایران و بعد موقع برمیگشتن، بعد از دوره undergraduate که میشدن، graduate میشدن، برمیگشتن ایران، حالا میرفتن تو گردان های پروازی به نسبت نیاز نیروی هوایی در اون زمان تخصص اون دور به صلاح هواپیما رو میدیدن که بهش میگفتیم operation ready، یعنی خلبان عملیاتی میشدن. ایشون روزی که وارد نیروی هوایی شد، در اون زمان من معلم خلبان بودم، اگر اشتباه نکنم سالهای 1349 در گردان 11 آموزشی، فرمانده گردانمون هم بود آقای جناب سرگرد روانشاد رضا رضوی، من در اون گردان معلمی میکردم. اونجا با هم بودیم با آقای بیت اللهی، در اونجا ایشون تخصص هواپیمای اپور دیدن، شدن خلبان اپور. مدتی گذشت، دورشون تموم شد، رفتن پایگاه همدان. من هم اونجا ماموریتم تغییر کرد، یه زمانی رفتم به بوشهر، یه مدتی در بوشهر بودم تا زمانی که انقلاب شد. زمان انقلاب 1357، بعد از زمانی که تیمتان سلشکر زنده یاد بهمن باقری فرمانده نیرو هوایی شد، من منتقل شدم به پایگاه همدان، پایگاه سوم شکاری. اونجا مجددن با آقای خسرو بیت اللهی همکار و همرزم شدیم در یک زمان، در سال اگر اشتباه نکنم همون حدود 59-60 این چیز. حالا به هر طریق اونجا بود که من واقعا شهامت های ایشون به عنوان یک خلبان شکاری افور از نزدیک می دیدم، چون اولا گاهی وقتی چانس پیدا می کردم که خودم هم یک پروازی با یه تعدادی از خلبان ها بکنم که خب به هر حال اتفاق می افتاد به دلایل مختلف. اونجا بیشتر آشنا شدم باهاش. اونجا فهمیدم که ایشون اصلا یک چهره دیگه ای علاوه بر اون تخصص خلبانی داشت. یکی از کمک های بزرگی که ایشون به من می کرد در اون پایگاه، اون موقع مسئله ارتش بی طبقه توحیدی مطرح بود، ارتش خلقی، ارتش خلق، که ما اصلا بیگانه بودیم با این واژه، با این فرهنگ بیگانه بودیم. من اصلا نمیتونستم تصور بکنم که ارتش بی طبقه یعنی چی. بعد ارتش توحیدی، خب میگفتن ارتش الهی، خب همه انگار ویتراست، اون یه بحث دیگه بود. ولی به این عنوان، تحت این عنوان
یک اسم قشنگی هم برای درست کرده بودن که محکمه پسند باشه، که ارتش توحیدی. و خب خیلی این لغت رو دوست داشتن دیگه، برایش هم تبلیغ میکردن. باشگاه افسران مثلا تابلوشو هر چند وقت یه دفعه اینو میآوردن پایین، میگفتن دیگه افسر و درجه دار و نمیدونم هما فر اینا نداریم، همه یکی هم. آخه این که دیگه ارزش نمیشه که سلسله مراتب فرماندهی بعد کجا میره. ما در مورد این سلسله مراتب فرماندهی یا به عبارت دیگه چین آف کماند دوره های مختلف بدیدیم. یه سیستمی بود، ارتش کلاسیک بود. بعد فهمیدیم که نه، اینا راجع به نیروها یا ارتش‌های نامتقارا، جنگ‌های چریکی و اینا دارن صحبت میکنن. خب با ارتشی که فقط با جنگ‌های چریکی میخواد بجنگه که ما امروز روز دنیای تکنولوژی و فناوریه، ما چجوری میتونیم با جنگ‌های خیابانی و جنگ‌های به اصطلاح نامتقارا با هواپیماهای مختلف میکه 25 به آقایون داده بودن، با این چجوری میتونیم به جنگی؟ مسئله این صحبت ها بود. اینه که حالا در این زمینه شما هر صحبتی بفرمایید، من در خدمتون هستم که ما در جنگ چیکار کردیم، چه کسایی کردن. من با آقای بیت اللهی این تاریخ هم اونجا شروع شد که ایشون علاوه بر کار تخصصی که خودش میکرد در پایگاه که همانا خلبان بودن هواپیمای F4 بود، هواپیمای F4 رو از زرورق در آورده بودن به ما داده بودن، هواپیمای برند نیو، هواپیمای اسقاط میکه 29 نبود که ما جانکیارد روسیه باشیم یا جانکیارد چین باشیم. از کمپانی ما میرفتیم هواپیما رو خودمون تحویل میگرفتیم و همین داشتیم میوردیم. برند نیو، شما احساس بکن اون روزی که یه ماشین نو خریدی از در کمپانی میخوای بیاد بیرون چه احساسی داری؟ خب تخصصش هم دیده بودیم، هواپیمای برند نیو هم در حال توسعه این تشکیلات بودیم. یک چنین تشکیلاتی رو داشتیم ما درست میکردیم با هواپیمای مدرن دنیا، با متخصصین آموزش دیده مدرن دنیا، جنگ کلاسیک، ارتش کلاسیک. بنابراین ما اصلا فکر نمی کردیم که یه روزی عراق بیاد مثلا به ما حمله بکنه. به این مثال برای شما بزنم، من نوام مثلا فرض کنید که شما حالا در سنی نیست که نوه داشته باشی، ولی من میتونم اینو بگم به ایشون 65 یاد بینم، یه نوه 4 ساله هم. حالا یه روزی میرم خونهش میگی که بابا بیا با هم 65 بازی کنیم، من اصلا آمادگی نمیخوام با ایشون، توجه میکنیم؟ اصلا فکر نمی کنم که این حالا من یه چیزی یادش دادم و اصلا باش بازی بکنم یا نکنم، به بازی نمیگیرم. یک چنین وضعی ما به ارتش عراق داشتیم، نه ارتش عراق، تمام ارتش منطقه. ما دامینیشن داشتیم رو خلیج فارس. من حالا یه روزی بیامی که اینجا بشنم برای شما صحبت بکنم. ما پایگاه به عظمت چاهبهار داشتیم، حالا ما شنیدیم که اینا دارن اجارش میدن یا نمیدونم در اختیار چینیا گذاشتن. یا پایگاه بندرعباس داشتیم، پایگاه بوشهر داشتیم، نیروهای اتمی بوشهر رو داشتن برای ما میساختن. نیروهای اتمی بوشهر قرار بود سال 1980 کارش تموم بشه، هنوز دارن میسازن، من نمیدونم. بنابراین خسرو بیت اللهی، ما تاریخمون برمیگرده به اون موقع که ایشون علاوه بر خلبان بودن یک هواپیمای شکاری، تأسیسات پایگاه رو از نظر نگهداری، از نظر حفاظت، از نظر خیلی مسائل به من کمک میکرد، یعنی کمک فرمانده پایگاه بود. ما میتینگ های رودانه با هم داشتیم. حالا یه دفعه خبردار شدم، خوشبختانه دو روز قبل از فوتش یک واقعا شانسی داشتم که یک روز کامل باهاش گذروندم و خیلی چیزا رو با هم درد دل کردیم، خیلی صحبت ها رو با هم کردیم. از خیلی جاها دلش پر بود، خیلی نامهربونی ها خیلی جاها بهش شده بود، به خیلی کسایی که ایشون بهشون خدمت کرده بود دستشو باز گرفته بودن، راجع به اونها با من صحبت میکرد. که اون گفتم اگه من بخوام راجع به اونها صحبت بکنم یک کتاب باید بنویسم. خسرو بیت اللهی فقط من اینو میتونم به شما بگم که آدم بزرگی بود، وطن پرست به معنی واقعی بود و تا آخرین لحظات زندگیش را هم در مسائل سیاسی بود، بسیار آدم مطلع و میدونست چی کار داره میکنه.
بله. یک وطن پرست. یکی از بینندگان ما که ظاهرا علاقه هم وافری هم به برنامه زاگرس داره بر من نوشته بود که شما چاپلوسی بزرگای ارتشون. میخوام بگم این کار من با افتخار میکنم. چرا با افتخار میکنم؟ چون شرایط جنگ، شرایط خدمت ارتشی، شرایط اینکه دوستان در زندان باشن، تحت فشار روحی بداشید، فشاری که داره به شما از همه جهت وارد میشه و میری از کشور دفاع میکنی، از تمامیت ارضی دفاع میکنی، در اون بلوشو خیلی سخته. اینی که الان من اینجا نشستم خیلی راحت در یک مکان امن، شکمم سیره، نمیدونم همه چیزم اوکیه، بیام تعریف کنم که بگم از کشور دفاع میکنم، اینا خیلی متفاوته با اینکه تو اون موقعیت هر کدوم از این عزیزان، این 2000 خلبانی که من عرض کردم، امیدی به برگشت نداشتن و حتی مثلا پاکسازی میشدن. من خاطرات یکی از خلبانان رو میخوندم، حالا نامشون رو نبرم، ایشون پاکسازی شده بودن تو بندر عباس و بندر عباس رفته بودن تبریز، چون فرمانده پادگان پایگاه تبریز از هم دوراش بود، همونجا مشغول به کار شده بود. یا با جناب بابایان که صحبت کردیم گفت ما پاکسازی شده بودیم، رفتیم جناب فکوری رو ببینیم، به ما گفت بشینید پشت هواپیما، برید دسرول، اونجا بهتون نیاز است. خب تو این هر شرایط روحی شما وقتی میای کشور دفاع میکنی، قهرمان ملی، من هیچ نام دیگه نمیتونم روش بذارم، فقط میتونم بگم که دست مریضات واقعا قهرمانانی بودن بی تکرار. و معلومه چاپلوسی میکنم، با افتخار این کارو میکنم و بارها بارها اینو عرض کردم. حالا میخوان من بگن وکیل ارتش، نمیدونم هر چی میخوام بگم مهم نیست، مهم اینه که افتخاری امروز خدمت شما هستیم. فکر کنم باید بریم تبلیغا رو ببینیم. آره درسته جام شهرتی، ما تبلیغا رو میبینیم، دوباره خدمت شما هست. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار، برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا، به عنوان صد وکیل برتر منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی، انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل، و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود، دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده در کنار خود داشته باشید. تلفن 844-688-9740. تابستان امسال آژانس امیری این بار شما را به کناره‌های زیبای رود دانوب دعوت می‌کند. تور 11 روزه به زیباترین کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، پراگ، وین، بوداپست، دیدار از مجارستان و آب‌های معدنی‌اش، اتریش، پایتخت وارس دنیا، چک، سرزمین کریستال و روس قلب اروپا، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 21 جولای. لطفاً قبل از سولدات جای خود را رزرو کنید. تلفن 818-758-2626-amiritravel.com. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. با نصب اپلیکیشن نگاه بر روی تلویزیون های اندروید و یا گوگل تیوی خود، می توانید به تمامی سرویس های جیل ویز دسترسی داشته باشید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های جیل ویز از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست.
همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپستور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. اکنون جی ال ویز بزرگترین پلتفرم آگهی برای فارسی زبانان جهان است. وقتی شما به جی ال ویز آگهی می دهید، همه بینندگان جی ال ویز با هر سن و سلیقه‌ای و دقیقاً در محل مورد نظر شما آگهی شما را می بینند. در جی ال ویز آگهی شما در کانال های زندگی تلویزیونی، آغاز، پایان و میانه فیلم ها و سریال های پربیننده، حین تماشای مسابقات فوتبال و حتی هنگام تماشای برنامه های آشپزی پخش می شود. آگهی خود را به جی ال ویز بسپارید و شاهد رشد بیزنس خود باشید. شماره تماس 201-647-429-3999. پرونده مهاجرت خود به کانادا را به ریسک نگذارید. تیموتی مورسون و کلادیوس موستاگاز، دیپلمات و کارگزاران سابق بخش ویزا و مهاجرت دولت کانادا با بیش از 30 سال تجربه دولتی در امور ویزا و مهاجرت به کانادا، فرصتی بی‌نظیر برای شما فراهم آوردند. Hi, I'm Timothy Morrison and I'm a former Canadian visa officer. And I am Claudius Moustakas, I'm a former Canadian visa officer. ما می‌دانیم که اداره مهاجرت کانادا چگونه فکر می‌کند و به چه چیزهایی نگاه می‌کند. برای مشاوره همین امروز با ما تماس بگیرید. 201-416-849-1092. از انواع تبلیغات همیشه تبلیغات تلویزیونی پربازده ترین و البته گرون ترین بوده. هنوز هم پربازده ترین هست، اما با راهکاری که ما بهتون میدیم دیگه گرون ترین نیست. خب جناب عزت ستا، من میخوام از حرفای شما وام بگیرم به اونجایی که گفتین F-14 یا همون تامکت های ما پرواز میکردن و محافظ آسمان بودن، نکا رو نذاشتن بگیرن. من یه جایی داشتم مطالعه میکردم، یه تحریر اومد جنگ نفکش ها، محافظت از نفکش های ایران که بتونن حفاظت کنن و تجارت نفت ایران در اون زمان قطع نشه، یا امنیت کشتی هایی که مثلا مراوده داشتن تامین بشه در خلیج فارس. دیدم بچه های نیرو هوایی تری ریخته بودن که 24 ساعته این تامکت ها در آسمان پرواز میکرد. میتونم بپرسم که چجوری این تری ریخته شد؟ چون کار خیلی بزرگیه. آموزش پرواز در شب رو ندیده بودن یا سوخیری در شب رو نداشتن اونجوری که من مطالعه کردم و اونجوری که بچه ها نشستن خودشون این طرح‌ها رو دادن و تمرین کردن و در حین همین انجام مأموریت آموزش دیدن. میخوام اینو شهرشو بدین چون اون موقع شما مسئولیت هم داشتید. برسون برسونم که چند تا مطلب شما پشت سر هم گفتی که یه مقداری بذارید رو جسا و جوونی و بی‌تجربگی ما یود کردی. اول شروع کردی از دخالت آدم‌های غیر متخصص در تخصص. این فقط مربوط به نیروی هوایی نبود، کل نیروها استاندار. مثلا فرض کنیم که خوزستان هم در مورد نیروی هوایی و نیرو زمینی فرمانده‌ها رو بالا پایین می‌کرد. بله آقای قرضی بگیم اینجا جنایتی که قرضی کرد، من یه پرانتز باز می‌کنم، از اونجا شروع بکنیم. خب یه داستان دیگه است. اتفاقا خوبه اونجا شروع بکنید جناب عزت ستا، چون قرضی کسی بود که 90 نفر رو تو لشکر 92 اهواز گذاشت بیخ میله پرچم و اعدام کرد. 90 تا افسر ارشد و افسرهای ارشد میگن سر میدون سوگا میخوابوندن شلاق میزدن یا اعدام میکرد. چجوری حالا بود اعدام دیگه آخرش بود. به هر صورت این دخالت افراد نظامی یا غیر نظامی اشکالش معلومه از کجاست. اطلاع ندارم میان یک کارات دخالت میکنم و ما در طول جنگ ضررهای زیادی دیدیم از این. اگر به همش هم میخواستیم گوش بدیم
تمومی نداشت، یعنی شاید خیلی زودتر از این اون برنامه که برای ما ریخته بودن که برنامه شروع شد از بین بردن ارتش. بعد اگه میخواستیم گوش بدیم دنبالش اولین ماموریتی که تو نیروی هوایی به ما واگذار شد، که البته بعضی موقع ما نمیدونستیم به همون دلایلی که گفتم چه کسایی زینف میدونستن و خودشون رو صاحب انقلاب میدونستن، هر کدومشون یه چیزایی میگفتن، هر کدومشون یه چیزی از ما میخواستن. هر کسی هم هر جایی میرفت گیر میافتاد، از بانه و سردشت و مریوان و غیر ذالک بگیرین، دنبال هواپیما بودن که این هواپیما باید بیاد این آقایون رو مثلا نجات بده تو سردشت یا بانه یا هر چی. از اونجاها شروع میشد. نتیجتا آدم های متخصص وقتی میخوان در یک کار تخصصی دخالت بکنن، نتیجهش معلومه چی در میاد دیگه، و یک چیز در میاد که آخر سر هیچکی نمیتونه. اولین ماموریتی که به ما دادن که یه نیروگاه اتمی بغداد مورد حمله به اصطلاح تاکتیکی قرار بدیم. خب حالا در زمان جنگ شروع شده، ما میخوایم به حال برابر اون سیستم کلاسیک بریم جلو. ما طرح داشتیم، من تو همین دوربین ها گفتم، ما طرح مثل سهند، سبلان، نمیدونم، طرحهای اینطوری داشتیم که وظایف هر کسی، حتی نفرات وضعشون مشخص بود، پایگاه ها وضعشون مشخص بود، کدوم پایگاه کجا رو بزنه، کدوم پایگاه پشتیبانی بشه، کدوم پایگاه چجوری عمل بود، همه اینا طرح داشت و نوشته شده بود. اصلا وقتی که یه دفعه به ما میدن که برین آقا نیروگاه اتمی بغداد، زمان هم تعیین میکنن آقا شما کدوم ماموریت تاکتیکی رو واگذار میکنید به یه نیروی اجرا کننده، زمان هم براش تعیین میکنید، و بعد در بعضی مواقع خلبانش هم تعیین میکردن، یعنی خلبانش هم باید مثلا یه خلبان نمیدونم فلان کس باشه. اینا همه ما اینا رو به عنوان یه توطئه بررسی میکردیم روش، به مثل یه چنین ماموریتی میگرفتیم که میدیدیم یه خارج از عرف کلاسیکه، یه جور دیگه فکر میکردیم. رفتیم نیروگاه اتمی رو بررسی کردیم، دیدیم که این 10-12 کیلومتر بیشتر با شهر بغداد فاصله نداره، کنار شط العرب، و مثلا موقعیت پالایشگاه نفت تهران تو شهر ری با موقعیت تهران یه چنین وضعی. گفتیم خب اگه این نیروگاه بخوایم بزنیم، آیا این نیروگاه اصلا کار میکنه یا نمیکنه؟ بعد رفتیم بررسی کردیم، دیدیم این نیروگاه 60% سوختگیری شده. یعنی حالا اگه ما میخواستیم کوره اتمی اینجا رو بزنیم با نمیدونم با موشک مبریچ یا هر چیز دیگه ای، اصلا احتمال این بود که واقعا یک دیزاستری به وجود بیا، هیروشیما یه جدیدی به وجود بیا. توجه میکنیم ماموریت دیگه ای داشتیم مشابه این، به ما یه روز گفتن آقا شما پایگاه چهارم شکاری رو تخلیه کنیم. اینا هم تو روند جنگ دارم میگم، دیدیم که این یه توطئه بیشتر نمیتونه باشه. اون که خیلی توطئه بود، ببخشید من میونه کلامت رو میام، دقیقا زمانی بوده که ستون ها، اینو میگم که بینندگان بدونن، دقیقا زمانی بوده که ستون های تانک ها پشت پل نادری، یعنی مسلط به پایگاه دسفول سفارایی کرده بودن 6 روز اول جنگ، و از اونجا میخواستن بیان بگیرن خوزستان رو جدا کنن. اونجا بود که این توته پایگاه تخلیه پایگاه اومد. بفرمایید، ببخشید من حالا هر کدومش یه روند داره. اجازه بدین که توی اونها اگه به اون مراحل خواستیم یه برنامه ریزی بکنیم، دونه دونه بیان جلو. بله، مثلا نیروگاه اوسیراک یه برنامه، پایگاه نمیدونم تخلیه یه برنامه، F-14 که مسئله شما صحبت کردیم زمانی انجام شد که مسائل کشتی زدن کشتی ها مطرح بود، ما این اول یه جوری حفاظت میکردیم. چه جوری حفاظت میکردیم؟ تنها جوری که ما میتونیم ازشون حفاظت بکنیم F-14. ما چند تا از اون 70 تا F-14 برای ما مونده بود عملیاتی که میتونستیم ازش استفاده کنیم، تعداد خیلی محدود. حالا الان ما عدد و اینهاش یادم نیست، اما F-14 رو ما اگر میخواستیم برابر حفاظت 24 ساعته به عنوان مثال از جزیره خارک ازش استفاده بکنیم، شاید ما 20 هواپیمای F-14 اضافه می‌خواستیم، برای اینکه باید هولدینگ می‌ذاشتیم یه جا. اینجوری نبود که هواپیما رو بفرستیم بره یه جا، اونجا رو مثلا بمباران کنه یا یه
دفاع هوایی بکنه برگرده بیاد. بعد میرفتیم یه جا این هواپیما رو نگرش میداشتیم. ما در منطقه خلیج فارس دو تا سه تا هولدینگ برای F-14 گذاشته بودیم. هر کدوم اینها در 24 ساعت هر هواپیمایی هم که بلند میشد باید یک پرواز مثلا یه ساعت و نیم، نهایتا یه ساعت و 45 دقیقه پرواز میکرد. خب پس ما 24 ساعت چجوری باید هواپیما برای یک منطقه خلیج فارس بود، تنگه هرمز بود و بعد جزایر مثل خارکو و کیش و اینا همه حفاظت میخواست. آنتاب آب دهد کشتی های نفتی باید فریگیت داده میشد بهشون میومدن یا کشتی های تجاری به همین صورت. فقط ما بودیم و با یک تعداد خیلی خیلی محدودی از هواپیماهای F-14 در اون برهه از زمان در جنگ چند سباهی گذشته بود که به این مرحله رسیده بودیم که گفتم این اگر که به ترتیب تیر بریم جلو یه خورده به اصطلاح جمع و جور کردنش راحت‌تر میشه. اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم که خب F-14 ها باش برای سه تا هولدینگ گذاشتیم، سه منطقه گذاشتیم که اینها اونجا دوره ایستایی بکنن. خب بعد چیکار میکنن؟ ریفیولینگ هم بعد براشون دوره ایستایی میذاشتیم. هواپیماها رو مجبور شدیم از هواپیمای تانکر 747 استفاده بکنیم، برای اینکه تعداد هر هواپیمای تانکری یه مقداری میتونه سوخت برسونه. توجه کردیم؟ بعد رسیدیم به اینجا که دیدیم که زمان هواپیمای F-14 برای سوختگیری هیچ نوع چراغ راهنمایی مثل F-4 نداره، مثل هواپیمایی که بتونه ببینه ویژوال. رسیدیم به این که ما در شب هم میخواییم غروب هم از این جزیره خارک استفاده بکنیم، حفاظت بکنیم. رفتیم تو F-14 پروسیجراش رو دیدیم، دیدیم این هواپیما کارخونه گرومن اصلا این هواپیما رو مجاز برای سوختگیری کردن در زمانهای تاریکی مجاز نکرده. این هواپیما برای این کار ساخته نشده، بسکت تو چراغی نداره که خلبان بخواد بره باش اجاز بکنه. اینا رو شما بهتر میدونیم. نتیجتا چی کار بکنیم؟ تماس گرفتیم هر جوری که میتونستیم دیگه. گفتن نه آقا این شب غیر ممکنه، هم چیزی نمیشه. پایگاه ها رو در جایی گذاشته بودیم که این ماموریت باید انجام میشون. چجوری؟ نه هواپیمای کافی داشتیم، هواپیمامون در شب قابلیت سوختگیری نداشت. خلبان ها اومدن، معلم خلبان های F-14 دو نفر نشستن توی F-14، زمان ها رو یواش یواش خودشون رفتن آموزش دیدن، به همدیگه آموزش دادن که در شب سوختگیری میکردن. F-14 بعد از اینکه اومدن براش پروتکل نوشتن که به چه صورت به پروسیجر نوشتن، کارخونه گرومن مدعی ما شد که آقا شما این کارو به چه مجوز داری میکنین؟ هواپیمای F-14 درسته شما استفاده میکنین ازش، ولی هنوز ما سرمایه گذار اصلیش ما هستیم. اگه شما این هواپیماتون سانحه بده در مقابل ما جوابگوییم. توجه میکنیم؟ ما همه اینا رو گذاشتیم کنار، گفتیم ما از جزیره خارک باید پشتیبانی بکنیم، باید حفاظت بکنیم. کی؟ 24 ساعت داشتن و این کارو خود خلبان ها کردن، میرفتن سوختگیری میکردن، میومدن. ما زمانی بود که حالا خلبان F-14 رو اگر شما بود آقای بختیاری یا خیلی از خلبان F-14 آقای آرام رو بیارین رو باش صحبت بکنیم، خلبان شکاری در تمام جنگ های کلاسیک و غیر کلاسیک بیشتر از یه ساعت نیم دو ساعت توی یک هواپیمای شکاری، توی یک زمان جنگی، توی یک انوارمنت جنگی واقعا توان فکری نداره. شما به خلبان خود میدونی من چی دارم میگم. آقا این خلبان های ما 12 ساعت تو هواپیمای F-14 میشستن. آقایون هستن بیارین جلوی دوربین، از من ازشون خواهش میکنم بیارن بشنن صحبت بکنن. آقای بختیاری بیاد بشنن صحبت کنه، آقای جلال آرام بیاد بشنن صحبت بکنه. اینا چجوری این کار کردن علا رقم میل باطنی هواپیمای سازنده؟ ما چاره دیگه نداشتیم و این کار کردیم. ما زمانی که اون طرح مرواری رو نوشتیم و پیاده کردیم که
واقعا یکی از شاهکارهای زمان جنگ، هر کدوم این ماموریت‌هایی که انجام شد در زمان جنگ، این که میگم عظمت نیروی هوایی برای خودش عظمتی بود. نزدن اسیراک، تخلیه نکردن پایگاه، حفاظت از خلیج فارس، اینا هر کدوم مراحلی بود که دنیا نشسته بودن داشتن تماشا میکردن. صحبت من و آقای تام کوپر و غیر ذالک نبود که بنویسیم و این کار. ما یه طرحی می‌نوشتیم. افورت ایرکرافت یوتیلیزیشن یکی از مطالبی بود که ما واقعا پایونیرش بودیم در زمان جنگ. درست مثل زمانی که فرض کنید که یک کسی مثل نادرشاه یک لشکر 70,000 نفری رو برمی‌داشت می‌رفت هندوستان رو فتح می‌کرد. این باز برمی‌گرده به فرهنگ قهرمانی ما. ما از افورتین یک چنین استفاده کردیم که اون خودش یک داستانیه که من باید ساعت‌ها را دوباره صحبت کنم. بعدم تخصص‌های مثل خلبان های افورتین باید بیان راجع به صحبت کنم. توجه میکنیم چه کار کردیم؟ شاهکار. توجه میکنیم نتیجه چی شد؟ نتیجه شدی که من و شما امروز هنوز میتونیم بگیم ایرانی هستیم. اگر اون کارو نمی کردیم امروز می گفتیم ما کجایی هستیم؟ ما یه مثل مسلمان بی وطنیم، ولی حالا می تونیم بگیم که حداقل یک ایرانی هست. دقیقا اگه اون کارو انجام نمی شد ایرانی دیگه وجود نداشت. و متاسفانه الان صحبت ها بر اینه که می خوان یه قرارداد بزرگی با روسیه ببندن، پس ها قرارداد چین که نمی دونم خیلی با هم تبادل داشته باشن. بحث نظامیش خیلی مهمه. پایگاه شاهرخی رو میخوان در اختیار روس‌ها قرار بدن. تقریبا میشه گفت یکی از استراتژیک ترین پایگاه‌های ایرانه که اینا میخوان در اختیار روس‌ها قرار بدن تا اونجایی که من متوجه شدم. و یه بخشی هم از پایگاه بندرعباس باز دوره، چون بوشهر رو هنوز به تصویب نرسیده ولی پایگاه بندرعباس هم قرار پروازهای مشترک داشته باشن به اسم شرکت در نمایش های هوایی کیش و از اینجور صحبت ها. خب هر کدوم از این پایگاه ها شما بهتر از من میدونید که چه موقعیتی دارن و چه جایگاهی تو کشور ما دارن. مسئله پایگاه که عنوان کردیم، هر پایگاه همدان رو به عنوان مثال شما زدیم، یکی از مهمترین منات پایگاه های از نظر استراتژیک پایگاه همدانه. تمام غرب کشور رو کاور میکنه، چون ما در غرب کشور یک پایگاه تبریز داریم که این هواپیمای F5 الان نمیدونم چه هواپیمایی اونجاست. همون F5 رو میگه 29 هست. همون نمیدونم آیا اینا هنوز در شب میتونن اون منطقه رو کاور بکنن یا نمیتونن، ولی در زمان جنگ ما اجباراً میکردیم، برای اینکه نمیدونستیم تهدید ما از کجاست. ما از F14 ها به عنوان پست فرماندهی استفاده میکردیم. توجه کنید این مسئله که شما گفتیم، مسئله یه پایگاه در اختیار نمیدونم پایگاه شاهرخی رو در اختیار روس ها بذارن برای یه ماموریت، تنها این نیست. یه پایگاه در حدود 6-7,000 نفر پرسنل جمعیت داره. خانواده ها هم که در نظر بگیریم یه چیزی حدود 20,000 نفر جمعیت داره. توجه کنید این مسئله فرهنگی مطرحه. این پایگاه رو وقتی میخوان روسا بیان استفاده بکنن، 10,000 نفر هم آدم به خودشون میارن. این 10,000 نفر میان با فرهنگ ما قاطی میشن. پایگاه همدان بغل یه شهر بزرگ مملکت قرار داره، بغلش یه دهیه که یه زمانی یه دهی بود به نام کبوتراهنگ. امروز اون ده کبوتراهنگ خودش یه شهره. روسا میخوان بیان با اینها قاطی بشن که این پایگاه رو اسمن ظاهرن به عنوان مثلا یک پریود کوتاهی ازش استفاده بکنن برای منظوری. این مسئله تاکتیکیش رو عنوان میکنن ولی اون قسمت فرهنگیش رو ندیده میگیرن. این 15,000 نفر آدم که میخوان بیارن روسا از اینجا، اینها برنامه ریزی شده است. چه کسایی رو میارن تو این پایگاه به عنوان مینتننس و حفاظت هواپیما و خلبان هواپیما؟ روزا که بلند میشن کجا میرن؟
کجا تمرین میکنن، اینا هر کدوم باید تجزیه تحلیل بشه. شما میفرمایید پایگاه بندرعباس، پایگاه بندرعباس و تنگه هرمز 20% نفت دنیا از اونجا عبور میکنه. پایگاه بندرعباس زمان قبل از انقلاب بی خودی ساخته نشد اونجا، هواپیمای افور رو اونجا داشتیم. پایگاه چابهار، پایگاه چابهار احتیاج به چینی ها داریم استفاده میکنن. فرماندهان سفینه های فضایی ایرانی هستن. خانم یاسمین مقبلی فرمانده سفینه فضاییه. ما چه احتیاجی به چینی ها داریم که بیان توی خلیج فارس برای ما پایگاه چابهار رو اداره بکنن؟ اگر ما خودمون نمیتونستیم اداره بکنیم هرگز نمیساختن. ما در سرتاسر خلیج فارس پایگاه بوشهر داشتیم که قسمت شمالی خلیج فارس رو کنترل میکرد، پایگاه بندرعباس داشتیم، پایگاه چابهار داشتیم. سر تا سر خلیج فارس زیر نظر ما بود. یعنی واقعا تو اون منطقه زانوی نصف و نهار از پایکوب پرغرور ما تو اون منطقه میلرزید. حالا ما چه احتیاجی به چه میدونم کشورهای جنوب خلیج فارس داریم؟ اصلا کیا هستن اینا؟ حالا کویت و دبی رو میدونم شارجه و عجمان و اینا دارن ارزندگان میکنم. من شنیدم که سه تا از جزیره تنب کوچک و تنب بزرگ و همه موسا رو نمیدونم یه کانتروورسی هست روش. ما اینقدر سرگرم مسائل پیش پا افتاده به عنوان نمیدونم انتخابات و غیر و زاله کردن که مردم این چیزا رو اصلا نبینن. دقیقاً همینه. چابهار حالا فرق چیه که آقای ایکس بشه رئیس جمهور یا ایگزگ بشه فرما رئیس جمهور؟ فرق این دوتا کدومه؟ ما رو سرگرم اون کردن. اگه قراره امون آقایون بیان پایگاه بندرعباس اون رو بکیر بکنن یا پایگاه همدان رو گفتیم، من اصلا رو پایگاه همدان تعصب دارم. یه خلبان ایرانی پیدا کن که تعصب نداشته باشه رو پایگاه همدان. ما یه زمانی فرماندهی تاکتیکی داشتیم، 10 تا 12 تا پایگاه رو اداره میکرد. یعنی یه فرماندهی تاکتیکی که 10 تا پایگاه در اختیارش بود، صحبت 200,000 نفر آدم رو داریم میکنیم. این 200,000 نفر همه با یک فرهنگ سلحشوری آمادن. ما خلبان از تو زندان در آوردیم گذاشتیم تو جنگ. اینم پایگاه. بله متاسفانه پایان اومد. من یه نکته رو عرض کنم، هدف از این برنامه این است که مردم آگاه بشن و بدونن چی داره به سرشون میاد و چی بودیم داریم چه به چه تبدیل میشیم. خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین جناب عزت‌ستون، مثل همیشه پشتیبان ما هستید و مثل یک پدر حمایت میکنید ما رو و ازتون سپاسگزارم. از مردم ایرانم خداحافظی میکنم و امیدوارم که این برنامه ها نقش کوچکی در آگاه کردن اونها داشته باشه. بدرود. بدرود بشم. به تو امثال تو را مقتول میکردن صدا، تو تصویر من را به خاطر بسوار، ما نیز تصویر چیزی تو را به خاطر داریم. مردم، من و همرزبانم در ارتش تا آخرین نفس در راستای احقاق حقمان در کنار شما ایستاده ایم. مسئله اول و آخر عدالت آزادی میهن است. ما زندگی